بارم خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 18 ماه سرطان سال 1399 هجری خورشیدی در آغاز در خط چند خبر. تاکید رئیس جمهور غنی بر ملغم شدن طالبان در نظام کنونی، جذب کردن طالبان در داخل نظام اسلامی افغانستان وظیفه بود و انشالله طالبان کی. گماشته شدن 11 ولی تازه برای ولایت‌های کشور. سیمه ایز ارگانونو اداره سه هر ولایت تنوی والی تاکه نمرای ده هغه ولایت اړتیاوی د خلکو غوښتنې حتی د حکومت ولی وضعیت دا ټول په نظر کې نیول کیږي. اعتراف گروهی از متهمان جرم سازمان یافته به همدستی با برخی از مقامهای دولتی و زورمندان در کابل. سراندوال سه برای کلشان دخانی ما مداش اشتا با فضل که میشن و سراندوال کوپل. راه اندازی بیشتر 250 پروژه آبرسانی در 29 ولایت کشور. و چین بزرگترین تهدید در برابر امریکا از دیدگاه FBI. جوزاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور غنی میگوید که ادغام طالبان در نظام از مسئولیت های حکومت است، اما آخرین تصمیم را درباره سال شهروندان کشور میگیرند. رئیس جمهور غنی در دیدارش از ولایت کاپیسا تاکید میورزد که به زور تسلیم نمیشود و خواهان برقراری صلح است که در آن خشونت نباشد. آقای غنی در حالی که بر رسیدگی به چالش های مردم کاپیسا تعهد میسپارد میافزاید که اکنون حکومت دوسره نیست و او میتواند با گروه واحد تصمیم بگیرد. مسعود انصار گزارش میدهد. رئیس جمهور غنی در دومین سفر ولایتی خود در دور دوم ریاست جمهوری همراه با معاون نخست و مشاور امنیت ملیش به کاپیسا آمده است. در حالی که انتظار می رود گفتگوهای میان افغانان به زودی آغاز شوند، رئیس جمهور می گوید که تصمیم اصلی را درباره صلح با طالبان مردم می گیرند. جذب کردن طالبان در داخل نظام اسلامی افغانستان وظیفه ماست و انشالله طالبان کی. اما دلتا اول پوسی چه آخری فیصله د سول د افغانستان ولسکی. رئیس جمهور می افزاید که دوری حکومت دو سره گذشته است و تاکید می ورزد که بی پروایی ها در برابر جان باختگان نیروهای دولتی و خانواده های آنان را تحمل نخواهد کرد. او می گوید که یکی از نهادهای امنیتی نام های اسیران را در فهرست شهدا جا داده بود که این قابل تحمل نیست. حال ما تیم دو سره نیستیم، یک سر و یک جهت و یک وضعیت داریم. هر بار که سالی صاحب به امرایتان ببینه از من نمایندگی میکنه و ما هر بار که امرایتان ببینم از سالی صاحب مای بوده برادر آفر. در حالی که شماری از اعضای شورای ملی از کارکرد واحد عملیاتی ریاست جمهوری انتقاد میکنند، اما رئیس جمهور میگوید که این نهاد بزرگترین پروژه های توسعه ای را زیر کار دارد. قراردادهای بسیار بزرگ با سرعت تمام از طرف واحد عملیاتی عملی میشه. ما بر از اینا وعده کرده بودیم که رئیس صاحب جمهور میپردازه به مشکلات شما که ما فخر میکنم امروز کل ما آمدیم در اینجا که به مشکلاتشان بپردازیم. نمایندگان کاپیسا بدامنی را چالش بنیادی این ولایت میگویند و از دست داشتن شماری از مسئولان امنیتی کاپیسا با جنایتکاران یاد میکنند. افراد هستند که در ارگانهای کشفی و جنایی از امرای دشمن از طرف شب شب نشینی ها داشته. مشکلات مردم کاپیسا در این توجه داشته باشند. 50% مکاتب ما تعمیر جناب رئیس صاحب نداره. رئیس جمهور در این نشست پس از شنیدن پیشنهادات نمایندگان مردم کاپیسا به آنها وعده سپرد که در حد امکان حکومت در عملی سازی پروژه های انکشافی ولایت کاپیسا عمل خواهد کرد. مسعود انصار، تلو نیوز، ولایت کاپیسا. اعضای هیئت گفتگو کننده صلح میگویند که این هیئت آماده گفتگو با طالبان است، اما تا کنون زمان آغاز این گفتگوها مشخص نشده است. از آن هیئت میگویند که برای آغاز گفتگوها سطح خشونت‌ها باید پایان بیاید و اعتماد لازم نیز ایجاد شود. از این هیئت برای تا
تعیین پالیسی منسجم برای آغاز مذاکرات به تشکیل شورای عالی مصالحه ملی به گونه کامل نیز تاکید دارند. انیسا شهید در این باره گزارش تهیه کرده است. این عضو هیئت گفتگو کننده صلح می گوید که 21 عضو این هیئت در 4 گروه کاری برای آمادگی ها از بهر آغاز گفتگوهای صلح کار می کنند، اما وی با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها از سوی طالبان بر آغاز گفتگوهای میان افغانان در کوتاه مدت بی باور است. گزینه های مختلف هست. برای فعلا ما آماده هستیم بریم به دوحه و امیدوار هستیم هرقدر زودتر طرف گروه طالبان آماده شوند که بشینیم راه ایجاد صلح در افغانستان و یک آینده مشترک بر افغانستان جستجو بکنیم. اعضای هیئت گفتگو کننده بر تشکیل شورای عالی مصالحه تاکید می‌ورزند و می‌گویند که این شورا باید هرچه زودتر اصول اساسی چگونگی گفتگوهای میان افغانان را تعیین نماید. خب اصل پالیسی در مورد صلح را باید شورای عالی مصالحه تعیین کنه و متاسفانه تا هنوز اونا تشکیل نشدن و ما امید داریم که به زودی شکل بگیرن، به خاطر که مردم افغانستان آرزو دارن که زودتر کارا و فعالیت ها شروع شود. اما آنچه که مربوط ما میشه در هیئت مذاکره، آمادگی محتوایی و یا تشکیلاتی، از روز تشکیل هیئت مذاکره تا حال ما تمام آمادگی های لازم را گرفتیم. اما طالبان حکومت را در افزایش خشونت ها متهم می دانند و بر راهی 5000 زندانی این گروه از سوی حکومت تاکید می ورزند و این کار را شرط اساسی بر آغاز گفتگوهای صلح می دانند. طرف های درگیر توجه به صدای مردم، صدای اقلیت ها، صدای قربانیان و ارزش های حقوق بشری ندارند. په دې وخت کې موږ مهم وګڼئ چې داسې یو بورډ باید شتون ولري چې هغوی د افغانستان د سولې پروسې کې داخلي مختلفو خواو ته دوی باید مشورې ورکړي چې څه وسي څه ونسي، د خلکو ژغ چی شدی. بانک حکومت افغانستان میگوید که امیدوار است تا گفتگوهای میان افغانان در همین ماه آغاز شود، اما منابعی در میان طالبان میگویند تا هنگامی که تمامی 5000 زندانی طالبان آزاد نشدند گفتگوهای صلح آغاز نخواهند شد. تا کنون 4015 زندانی طالب از زندانهای کشور آزاد شدند، اما درباره 597 زندانی طالب ملاحظاتی وجود دارند. در حالی که سرنوشت اعضای کابینه حکومت روشن نیست، در مستقل ارگان‌های محلی میگوید که در کمتر از 3 ماه گذشته 11 والی تازه برای ولایت‌ها معرفی شدند. سخنگوی این نهاد میگوید که این والیان بر بنیاد فرمان رئیس جمهور غنی و نیز خواست‌های باشندگان این ولایت‌ها معرفی شدند و قرار است به شمار از ولایت‌های دیگر نیز والیان تازه گماشته شوند. در این حال والیان تازه گماشته شده برای ولایت‌های خوست و سمنگان میگویند که مبارزه با فساد پیشگان به نیز برداشتن فاصله مردم با دولت در صدر کارهایشان است. زهرا رحیمی گزارش می‌دهد. در کمتر از یک هفته گذشته ریاست جمهوری محمد عمر داودزی را نماینده ویژه رئیس جمهور در امور پاکستان گماشته است و در فرمانهای 5 والی تازه برای ولایت‌های بغلان، لغمان، نورستان، خوست و سمنگان معرفی کرده است. در همین حال روز گذشته یاسین ضیا نیز همچون رئیس ستاد ارتش در وزارت دفاع ملی گماشته شده است. در قسمت ترکیب اداره فیصله تمام دولت افغانستان بلخص رئیس جمهوری است که ترکیب اداره باید باعث نفاق نشه، باید باعث وحدت شود. اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که در کمتر از 3 ماه گذشته رئیس جمهور در فرمانهایی برای 11 ولایت والی تازه گماشته است و این تغییر و تبدیلی ها ادامه میابند. در سیمیز ارگانون و اداره سه هر ولایت تنوی والی تاکی لومړی د هغه ولایت اړتیاوې د خلکو غوښتنې هلته د حکومتولي وضعیت دا ټول په نظر کې نیول کیږي او بیا کتل کیږي چې څوک هلته د یوه وړ او اغیزناک والي په توګه ثابتېدای سي. در همین حال چهره هایی که به تازگی همچون والیان سمنگان و خوست معرفی شدند میگویند که مبارزه با فساد اداری، برگشتاندن زمین های غصب شده دولتی و نیز برداشتن فاصله میان مردم و دولت در این ولایت ها از اولویت های کاریشان خواهد بود. محور این مو رابطه دولت و یا حکومت با مردم باید ما نزدیک بسازیم. قانون په تطبیق کې باید هیچ چا سره زه معامله ونکم. قانون به په ټولو باندې یو شان تکمیلیږي، انډولیز انکشاف به رامنځته کیږي او د دولت یوه بسوه ځمکه هم چې د چا سره وي زه باید هغه سره لاس ورنکم.
اما با گذشت بیشتر از دو ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله، سرنوشت کابینه حکومت ناروشن است. ظاهرا ریاست جمهوری برای معرفی اعضای کابینه انتظار فهرست نامزد وزیران عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه را میکشد، اما احتمال دارد که نامزد وزیران تا پس از تعطیلات تابستانی مجلس نتوانند رأی بگیرند. گروه از معترضان که در بازداشت پلیس به سر میبرند میگویند که 25 موتر را در 3 سال گذشته در کابل دزدیدند و فروختند. این گروه 4 نفری که پسران کاکا هستند ادعا دارند که با شمار از مقامهای دولتی و زورمندان نیز رابطه خویشاوندی و دوستانه دارند. در این حال پلیس کابل این 4 تن را حتی به قتل و زخمی ساختن افراد در هنگام دزدی موترها متهم میسازد. انیسه شهید جزئیات را گزارش میدهد. عبدالله که رهبری گروهی از معترضان را داشت در گفتگو با ما تایید میکند که در 3 سال گذشته با پسران کاکایش به دزدی موترها مشغول بود. ما گازم چند نفر هستیم؟ موتر گاز 25 موتر است. ایر از ارجا گرفتیم از کمپانی از قرغا، کوتیسنگی و دیموری، چاوک، از ارجا گرفتیم میتونم. ما ایچی هجرت الله پیرا میکدیم، بسیر و عبدالله بیم. این جوانان ظاهراً در انتظار نزدیکانشان هستند که به گفته خودشان در کرسی‌های دولتی و یا هم با افراد با نفوذ در جنوب کابل کار می‌کنند. نواب ما است، بیادر ما است، بسیار دمی چی رفیقه داره دمی کماندان ها دمی چی سراندوال سای برای کلشان دخانه ما مداش اشته با قدر که میشن و سراندوال گوپل دگروال کلشان مرا او روز ما مرا بود بخاطر که دیگه نشناسیم دیگه میاره دیگه نه پاهمان ببرد پس از گرفتاری این گروه ده ها تن از باشندگان پایتخت به وزارت امور داخله آمدند و میگویند که موترهایشان دزدی شده است. عمران میگوید که هنگام دزدی موترش چهره یکی از این دزدان را دیده بود و اکنون وی را شناخته است. ما در داخل ششته بودم که ناگهان یک کس از او طرف دروازه ما را واز کرد، کش کرد، موش ما او طرف کرد. تاک سعی کردم دیدم که سلاح را بر من نشان میده. و دست ما سرلاک آوردم تا که دست سرلاک آوردم دیگه ایش وقت در تفنچه بیزد تشقیم در تفنچه را مانده بود شیشه موتر پایین بود یکمه او تانسته بود که چی وقتی که تا شدم مرا تا کدک دیدم که در چهار دروازه 4 نفر استاد است و یکی صدا میکرد از طرف بزنیش کرد مرمی این مرد نیز میگوید که دزدان دو موترش را شب هنگام از خانه اش دزدیدند سیونیم بجه بود که به نماز صبح خیستم سعی کردم که امی یک پلی کوچه مواز است و یکی بسته دویده آمدم که سعی کردم در گاراژ خالی موتران نیست. فرماندهی پلیس کابل تایید میکند که این افراد با استفاده از سلاح موترهای مردم را دزدی میکردند. یک گروه 4 نفری سارقین مسلح وسایل بازداشت گردیدند. این افراد با تهدید اسلحه و سرقت وسایل هموطنان ما میپرداختند و اگر یکی از شهروندان با اونا مقاومت میکرد با استفاده از اسلحه به واسیب میرساندند. وزارت امور داخله میگوید که از اول ماه سرطان تا کنون 12 موتر در کابل دزدی شدند. برخی از منابع در وزارت امور داخله میگویند که برخی از زورمندان، اعضای برحال و پیشین مجلس از گروه‌های سازمان یافته جنایی در پایتخت پشتیبانی میکنند. سنگ‌های شمار از مقبره‌هایی که قدمت تاریخی نزدیک به 200 سال دارند از تپه نادرخان دزدیده شدند. شمار از باشندگان این منطقه میگویند که در کنار دزدیده شدن سنگ‌های برخی از مقبره‌ها در این تپه، بخش دیگر از مقبره‌ها نیز از سوی افراد ناشناس ویران شدند. فریبا سادات گزارش می‌دهد. تپه نادرخان یکی از بخش‌های باستانی در کابل شناخته می‌شود. در اینجا در کنار مقبره‌های زیادی به شمول مقبره‌های ظاهرشاه و نادرشاه هستند. اما از اینجا معتادان و افراد ولگرد برای سرگرمیشان استفاده می‌کنند. باشندگان این محل می‌گویند که از چند بدین سو تمامی سنگ‌های این مقبره‌ها دزدیده شدند و شمار زیادی از آنها در حال نابود شدنند. همان گونه که دیده می شود در اینجا چندین مقبره سنگ هایش کشیده شده است و به گفته باشنده های این محل که نمی خواهند اونا پیش دوربین رسانه ها صحبت کنند اما به ما می گویند که شمار از افراد ناشناس شب هنگام به این محل می آیند و این سنگ ها را می کنند و با خود می برند اکثرت قبرهایی که از فامیلای ماست سنگ های قدیمی است از 200 سال 250 سال پیش که است اینی سنگ ها را به تاراج به غارت می برند و اینجا اگر دیره ساختگی جور شده این همینجا کسای کارای همی سرقت سنگای تاریخی را میکنن اینجا دیگرانه جمع میشن با شوانه همی سنگار از روی دیوال میبرن
این مقبره که از غازی سردار سلطان محمد طلایی والی پشاور در زمان امیر دوست محمد خان است، چندین بار کندنکاری شده است و حتی تابوت او از اینجا کشیده شده است. قبر سلطان محمد خان طلایی را از سرش پس کردن، تابوتش بردن، باز داخل قبر یک غار دیگه کردن که در زیر از قبر در آمدن. فرهنگ که از جمله ارزش‌های ملی ماست، یک بخشی از افتخارات ماست. به این لحاظ دولت باید در این بسیار زیاد توجه داشته باشند. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در تلاش محافظت از تپه تاریخی نادرخان است. کورنۍ او چارو وزارت ته هم په دې اړه باندې خبر ورکړل شوی دی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نږدې راتلونکي کې د دغو قبرونو پروژه سازی کوي او په راتلونکي کال کې به دا په پلان کې ونیول شي چې د دوی ترمیم او اساسي کارونه ترسره شي. بر بنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ در حدود 5000 بازمانده تاریخی در کشور وجود دارند که از این میان 70% این بازمانده ها بازسازی شدند. ادامه خبرها از طلو و طلو نیوز. رئیس پلیس فدرال امریکا میگوید که چین بزرگترین تهدید در برابر امریکا است. رئیس بزرگترین نهاد تطبیق قانون در امریکا میگوید که حکومت چین با دستور رئیس جمهوری این کشور کارزار را برای بازگردانیدن مخالفان سیاسی و منتقدان چین به این کشور آغاز کرده است. با گفته کریستوفر ری، چین در دزدی‌های داری‌های معنوی امریکا دخیل بوده است و میکوشد که پیکار این کشور را با ویروس کرونا نیز صدمه بزند. رئیس پلیس فدرال امریکا در سخنان در انستیتوت هدسن چین را بزرگترین تهدید دراز مدت در برابر اقتصاد و امنیت ملی امریکا می داند. او چین را به دزدی دارایی های معنوی و رازهای علمی امریکا متهم می سازد و می گوید که چین بزرگترین تهدید ضد جاسوسی در برابر امریکا است. ما به نقطه رسیدیم که پلیس فدرال هر 10 ساعت یک پرونده مربوط به فعالیت‌های جاسوسی چین را باز می‌کند. از میان نزدیک به 5000 قضیه فعال ضد جاسوسی در کشور، نزدیک به نیمی از آنها به چین مربوط است. رئیس پلیس فدرال آمریکا می‌گوید که شهروندان چین در بیرون از این کشور با تهدیدهای حکومت چین روبرو هستند و اگر خواست بیجنگ را برای بازگشت نپذیرند، خانواده‌هایشان در چین با خطر بازداشت روبرو می‌شوند. صدها قربانی این کمپاین که در ایالات متحده زندگی میکنند شهروندان امریکا هستند و یا کارت سبز اقامت دارند. حکومت چین میخواهد که آنان را به بازگشت به چین مجبور بسازد و راهکارهای چین برای این کار تکان دهنده هستند. با گفته رئیس پلیس فدرال امریکا، بار حکومت چین ماموری را به خانه یکی از منتقدان چینی حکومت این کشور در امریکا فرستاده بود و این مامور پیام بجا مانده بود که می گفت این منتقد می تواند میان بازگشت به چین و خودکشی یکی را انتخاب کند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزارت احیاء و انکشاف دهات از راه اندازی بیشتر از 250 پروژه آبرسانی در 29 ولایت کشور خبر میدهد. وزیر احیاء و انکشاف دهات میگوید که با بهره برداری این پروژه ها 374 هزار تن از روستانشینان به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی پیدا خواهند کرد. حیدر شاه امید گزارش میدهد. وزیر احیاء و انکشاف دهات میگوید که با بهره برداری پروژه هایی که امسال در این بخش راه اندازی می شوند 1,000,000 تن از روستانشینان با آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی پیدا خواهند کرد. چې 2013 پورې مونږه اراده لرو خیره چې دغه فیصدی لوړ هو ولې نه توانیدلی په دې باندې ما خپل خبرې کوم چې هغه پلان چې 2013 پورې مونږ لرو 450 میلیون ډالر ته اړتیا لري او نننې هم 295 پروژې دی هغې پیل ده. از مجموع 723 میلیون افغانی هزینه این پروژه ها 10% آن از سوی روستانشینان پرداخته می شود. از 2.5 کیلومتر الی 3 کیلومتر راه دور آب آشامیدنی صحیح به قریه آورده می شود و اونجا ذخیره 40,000 متر مکعب کنکریتی ساخته میشه. پروژه‌ای که با ما میتن
با طور حسن در فیصد خود سهم خودم میپردازیم و در زمین با همکاری از اینا ما تا آخرین در چیزشان همکار هستیم. در این میان باشندگان بخش های ولایت ننگرهار که بیشتر گواه درگیری ها بودند، خواهان راه اندازی پروژه های بیشتر به ویژه برای بازسازی مکتب هایشان هستند. منګا د هسکی منول سوالی چې تیر کلو کې د یشو طالب زپلې وا اوس د کورونا غه پر غلای دی کرنټینون راغلی د مرز راغلای دی نو موږ غواړو چې د هسکی منول سوالی ته ډیره زیاته توجه وشي. بر بنیاد آمارهای وزارت احیا و انکشاف دهات در حال حاضر به گونه مجموعی 63% از جمعیت کشور با آباشامیدنی بهداشتی دسترسی دارد. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 77 افغانی، یک یورو 85 افغانی و 45 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 80 پول و 1 روپیه پاکستانی 465 افغانی. هاکی از ورزش‌های المپیکی است و رقابت‌های این رشته بر روش‌های روی یخ داخل تالار و روی چمن برگزار می شوند. افغانستان 80 سال پیش تجربه حضور در بازی‌های المپیک را تجربه کرد و برای نخستین بار تیم ملی هاکی بانوان در سال 2012 در چارچوب فدراسیون هاکی ایجاد شد. اما تا کنون این ورزش بین بانوان رشد چشمگیری نداشته است. اما با وجود تمام مشکلات سد راه ورزشکاران هاکی باز، اعضای تیم ملی بانوان هاکی کشور میگویند در صورتی که توجه به این رشته ورزشی المپیکی شود، آنان می توانند توانایی هایشان را بهتر به نمایش بگذارند. حریف نصرت حق‌پرست ورزشکار مبارزات آزاد کشور مشخص شد. قرار است این ورزشکار مبارزات آزاد کشور تا 5 هفته دیگر در بزرگترین سازمان مبارزات آزاد UFC به روز 18 مایه اسد در شهر لاس وگاس آمریکا به مصاف الکساندر مونوز از کشور آمریکا برود. الکساندر مونوز حریف آمریکایی حق پرست تا کنون 6 پیروزی در کارنامه خود دارد و این نخستین مبارزه او در سازمان UFC می باشد. نصرت حق پرست نیست تا کنون 14 مسابقه حرفه‌ای انجام داده است که 11 پیروزی و 3 شکست در کارنامه وی به ثبت رسیده است. اکنون شما می توانید نشرات طلوع نیوز را به گونه زنده از وبسایت دریا.net و اپ دریا نیوز ببینید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.